میخوام به شما به سطح معلمی یا مربی خوش آمد بگم جایی که ما مرحله جدیدی رو شروع میکنیم هفته ها درباره توسعه زمانی تنها با خدا و واقعا داشتن یک رابطه صمیمی با او صحبت کردیم امیدوارم در ایمانتون در قدم زدنتون با مسیح در طول این زمان در حال رشد بوده باشید اما قصد داریم امروز شروع کنیم در مورد در میان گذاشتن ایمانتون به مسیح با دیگران در این جلسه شروع کنیم یک روز عزیز دارم و این جنکینز که با من هستم و این خوش آمدید این به این زمان برای بشارت دادن به مردم در مورد این که چگونه مسیح رو به اونها بشناسونیم چه کاری باید انجام بدیم چگونه به دیگران بگیم این بسیار مهمه که فقط یک رابطه با خدا نداشته باشیم بلکه رابطه با مردم داشته باشیم بنابراین همینطور که این کار رو میکنیم میخوایم در میون بگذاریم چطور این کار رو بکنیم وین در واقع مدیر بشارت برای مجمع باپتیس لویزیانا هست از همه مهمتر این یکی از دوستان من بوده نمیدونم چند سال دوست بودیم از روزهای دبیرستان سال پیش برمیگرده بله نیم قرن یا بله. <applause> چیزی شبیه اون این فوقلاده است که شما با ما هستید اجازه بدید این رو بگم در شروع به تازگی در مکالمه که داشتم اتفاق افتاد میخوام نظرتون رو بگید فکر میکنم که کمک میکنه به جلو پیش بریم من در میان مسیحیان ایرانی اخیرا خدمت میکردم و با کشیش و یکی از مردان در کلیسا صبحانه داشتیم این مرد واقعا آتش سوزان رو در دلش این عشق به عیسی و تمایل برای بشارت دادن به دیگران رو داشت او یک مهندس مکانیک هست استاده و در دانشگاه هست او درباره مسیح با تعداد زیادی صحبت کرده بسیار شجاع و خلاق در روشی که بشارت میده هست کشیش این رو گفت که خب او هدیه بشارت دادن رو دارد اما بعد مرد به سرعت پاسخ داد و گفت این درسته اما من فقط نباید ایسا رو بشارت بدم به دیگران هر کسی که مسیح رو میشناسه پس باید اون هم صحبت بکنه شهادتی بده که مسیح در زندگی شکا کرده نظر شما چیه؟ شما در این مورد چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم اون دقیقا درست میگه فکر میکنم هنگامی که به کتاب مقدس نگاه میکنید میبینید که حتی زمانی که کلیسه های عهد جدید در اعمال هش پرکنده شدند فکر میکنم در آیه چهار صحبت میکنه در مورد اینکه چگونه همه در همه جا انجیل رو در میان گذاشتند حالا ما اغلب فکر می کنیم این مسئولیت کشیش یا رهبر کلیسا است اما نه همه کس در کلیسا یا شاید مسئولیت شخصی است که هدیه بشارت دارد اما زمانی که به آنها نگاه می کنید همه همه جا می رفتن و در میان می گذاشتن کلمه ای که مورد استفاده قرار می گرفت کلمه بشارت بود یعنی آنها خبر خوب را در مورد مسیح در میان می گذاشتن. و وقتی آیه یک رو می خونین متوجه می شین که حتی رسولان اورشلیم رو ترک نکردند. بنابراین اونها نبودن که این کار رو انجام دادن همه ایمانداران بودن و همه ایمانداران وظیفه دارن که انجین رو به دیگران بشارت دن و اینکه اون میتونه زندگی بقیه رو تغییر بده بسیار خوب کلمه ی مسئولیت میخوام در مورد اون صحبت کنیم مسئولیت و اشتیاق بعضی مواقع ما احساس بشارت دادن نمیکنیم. اما هنوز هم در میون میگذاریم بشارت میدیم من یاد گرفتم که گاهی اوقات در سختنی شرایطمون فرصت های بزرگتری داریم پس برای من توضیح بدید منظورتون چیه که ما مسئولیم برای بشارت دادن درباره مسیح خب من فکر میکنم ما مسئولیت داریم انجیل به پیش ما اومد و هیچ وقت با ما متوقف نشد اون همیشه در راه خود به جای دیگری بود همیشه در راه خود به شخص دیگری بود این خیلی بیشتر از یک مسئولیت است این یکی از چیزهایی نیست که ما در مورد اون فکر کنیم. ما باید متوجه بشیم مجبور نیستم بلکه اون رو میخوام من افتخار میکنم انجیل رو با فرد دیگری در میان بذارم کسی که زندگی من رو تغییر داد و اون میتونه زندگی دیگران رو تغییر بده پس اون نه تنها یک مسئولیت بلکه یک فرصته. این دقیقا درسته به خاطر اون چه که در ما اتفاق افتاده ما این توانایی رو داریم که همراه با اون بشارت بدیم حالا اغلب اونچه که من متوجه شدم و در مورد شما نمیدونم شما متخصصی شما مردم رو در سرت سر دنیا آموزش میدید واقعا من نمیدونم شما در برزیل ایالت لویزیانا سرت سر آمریکا آموزش دادید مردم رو آموزش دادید تا ایمانشون به مسیر رو با دیگران در میون بگذارم من کشف کردم که اگر یک رهبر یک شبانیش رو شغل رو نداشته باشه برای مردم سخت خواهد بود که اشیاء رو داشته باشن بهترین رای که اون میتونه کسی رو تشخیص کنه با نمونه بودن است اون این رو باید با مردمش نشون میداد مردمش رو وقتی اون به جای میرفت تا انجیل رو در میون بگذاره با خود می برد شما به مسیح می بالید. به خودتون نمی بالید. اما هنگامی که شما از اونجا بلند میشید و آماده این کسی که به مسیح اومده رو تعمید بدید شما در خونه اونها بودین یا اونها رو در جای ملاقات و به مسیح هدایت کردین مردم باید بدونم که اونا میتونن ببینن رهبرشان کسی که اون رو انجام میده وقتی با اونا در این مورد صحبت میکنیم اونا رو مجهز میکنیم که این کار رو انجام بدن اونا میدونن چگونه این را انجام بدن فکر کنم وقتی به افساسیان چهار نگاه کنید آن هدایایی که به کلیسا داده شد تا ما رو مجهز کنه تا کار خدمت رو انجام بدیم پس این این مسئولیت اوس یا مسئولیت رهبر یا رهبران است که اونها رو دنبال کنند مردم رو تجهیز کنند یکی از این قدمات یک خدمت اولیه مردم رو در اون ناحیه‌ای که گم شدن بشارت بدن کسانی که غیر ایماندار هستن خب یکی از چیزهایی که من برداشت کردم اینه میدونید شما برای مدت طولانیتری شبان بودید من مبشرم این دعوت خداست در زندگی من هدیه ای که در درون من قرار داده من در مورد بشارت دادن درباره مسیح فوق العاده پرشور و هیجان میشم یکی از بزرگترین لذت های من اینه که ببینم مردم به سوی خداوند میان اما میدونم یکی از مسئولیت هم اینه که فقط اون کار انجام ندم بلکه دیگران رو کمک کنم که اونها هم بتونن درباره مسیح شهادت بدن به همین دلیله که ما این رو سطح معلمی یا مربی مینامیم ما نه تنها میخوایم مردم قادر باشن مسیح رو با دیگران در میون بگذارن بلکه ما میخوایم کلیساهای شعله ور با اشتیاق برای مسیح و با تمایل درباره خداوند با دیگران صحبت کنند یکی از چیزهایی که ما قصد داریم در دوازده درس بعدی انجام بدیم اینه که به اونها چند روش بدیم که به آنها رو در جب ابزار خود به عنوان رهبران بگذارن این هدف است آنها در درمیان گذاشتن ایمانشان و انجیل بهتر میشوند. و سپس قادر خواهند بود دیگران رو تحچیز کنن مردم نقاط ورود و نیاز دارند. اونها شخصیت های متفاوتی دارند. یک کسی وجود داره که درونگراست آن مرد ممکن است حتی با همسر خود صحبت نکند چه برسه به همسایش میدونی بنابراین شما باید راهی پیدا کنید تا به او کمک کنید به شراکت بگذارید ما راهکارهایی داریم برای افرادی که برونگرا هستند این افراد نمیتونن ساب کنن همونطور که گفتی پرشورن ما باید اونا رو مجهز کنیم و اگه نگاه کنین من فکر کنم در عهد جدید مسیح پنجا و بار انجیل رو به مردم اعلام کرد. هیچ روشی رو دوبار انجام نمیداد بنابراین شما به مردم نقطه های ورود مختلف میدین پس اونچه که ما قصد داریم در طول این دوازده جلسه بعدی در موردش صحبت کنیم اینه که واقعا چگونه درباره ایمانتون شهادت بدید با توجه اینکه بله. چه کسی هستی نوع شخصیتتون چیه قصد داریم که فرصتی باشه در مورد قدرتی که در بشارت درسته. دادن هست و از کجا میاد صحبت کنیم ما قصد داریم درباره شهادت دو صحبت کنیم چون هر فردی یک داستان متفاوت داره و برای مردم مفید خواهند بود ولی میخوایم امروز این برنامه رو به این صورت به پایان برسونیم که خدا هر یک از ما رو خونده در اعمال یک هش یادم میاد که میگوید لاکن چون روح القدس بر شما میآید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودی و سامره و تا اقصای جهان پس همه ما شاهدان هستیم به سادگی شاهد فردی هست که مسیح رو دیده شنیده تجربه کرده این درست. چیزی هست که میخوایم به مردم بگیم میخوایم مردم رو تشویق کنیم تا این کار رو انجام بدن این نوع از شاهد باشن از مردم نمیخوایم که کار فوق العاده ای انجام بدن ما از اونها میخوایم کاری بکنن که واقعا بسیار طبیعی دقیقاً درست. هست تا اعلام کنند و میدونم مردم که گوش میدن میگن خب برای من طبیعی نیست یکم عجیبه اما میخوام بگیم که این دوسته. میتونه طبیعی باشه میخوایم شما رو تشویق کنیم شروع به فکر کردن کنید و دعا کنید درباره اینکه چه کسی رو خدا میخواد تا درباره مسیح با او صحبت کنید ایمان دارم که در طول چند هفته آینده خدا از شما استفاده میکنه تا انجیل رو به دیگران بشارت بدید